دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در ارتباط با بیت کوین سوال کرده بودید و اینکه یه نگاهی بکنیم به نمودارهای بیت کوین، همچنین اخبار بیت کوین که من فکر میکنم خیلی مهمتر از نمودارها هستند، و اینکه در حال یک نظری داشته باشیم روی این قضیه. البته همین ابتدای کار خدمت شما بزرگواران عرض میکنم که صحبت من هیچ نوع سیگنال خرید و یا سیگنال فروش نیست. در حال تصمیم گیرنده اصلی برای خرید یا فروش شما هستید. شما هستید که ریسک خرید یا ریسک فروش را میپذیرید و معامله را انجام میدید. در حال شنیدن این صحبت ها شاید بتونه به تصمیم گیری شما کمک بکنه. خب دوستان، خیلی نمیخوام به جزئیات حالا نموداری و اینجور چیزا بپردازم، چون قبلا راجعش صحبت کردیم، و بذارید از یک زاویه دیگه این بار ابتدا نگاه بکنیم به حرکت بیت کوین. ببینید، بیت کوین زمانی رشد خیلی قابل توجهی را انجام داد، یعنی از یه چیز حدود 2 سال پیش، کمتر از 2 سال حالا بهتره بگیم، چون که حالا درسته که از تقریبا 2 سال پیش حرکت صعودی شد، ولی اون قسمتی که میبینید شارپی شد یه هوی وخیه ها اوج گرفت، در عرض مثلا چند روز خودش را تونست به قیمت تقریبا 2 برابر برسونه و بعد ظرف مدت 1 ماه به 3 برابر هم رسید، تقریبا از این حدودا بود. یعنی حدودایی بود که بیت کوین به 18,000 دلار 17,000 دلار رسیده بود یادمه، و تقریبا دی ماه آذر ماه 1399 میشد، توی این محدوده. قبلترش ببینید بیت کوین حرکت خودش رو تقریبا از میشه گفتش حالا شهریور ماه شروع کرد. شهریور ماه حدوداً 11,000 دلار بود، هم موقعی بود که ما برنامه‌هاشو شروع کردیم ساختن و گفتیم آقا بیت کوین میتونه آینده خوبی داشته باشه، و حالا دلایلی که آوردم اون موقع، برنامه‌اش هست، میتونید ببینید توی کانال. ولی بلافاصله بعدش، یعنی حالا از مهر ماه ما که ماه اکتبر میشه، مشاهده میکنید که حرکت صعودی شد، ولی تقریبا از آذر و دی بود که شارپ را مشاهده میکنید. خب دلیل مهمی که اینجا این اتفاق افتاد بحث کرونا بود. خب کرونا با اومدنش چه تأثیراتی را در بیت کوین گذاشت و چرا بیت کوین اینجوری اومد بالا؟ ببینید بچه ها، کرونا روی بیت کوین تأثیر نگذاشت، کرونا روی بقیه پولهای دنیا تأثیر گذاشت. یعنی در واقع بتونیم اینجوری تفسیر بکنیم که بیت کوین قوی نشد، بقیه پولهای دنیا ضعیف شدند، و دقیقا با اومدن کرونا اتفاق افتاد، چون تولید ملی کشورها کم شد. یه چیز جهانی هم بود، یعنی حالا غیر از اینکه اروپا و آمریکا را درگیر کرد، بقیه کشورها هم درگیر کرد. ولی اون چیزی که ما خیلی برامون اهمیت داره در قیمت‌ها و تحلیل‌ها، ابتدا بازار آمریکا هستش و بعد اروپا، در وهله سوم حالا چین هم بهش اضافه می‌کنیم، که خب چین از قبل‌ترش درگیر کرونا بود. یعنی اینجاهایی که الان می‌بینید بیت کوین حالا خیلی تکونی نخورده، مال چینه، چین اینجاها درگیر بود. ولی اینجاهایی که شروع کرد این تکون خوردن و اومد بالا و اینجا این شارپ اومد، جایی هستش که دیگه بحران به اروپا و آمریکا رسید، که خب ایران هم تقریبا تاریخ شروعمون یکی بود، یعنی حالا شاید با 1 ماه فاصله، مثلا ما 1 ماه 2 ماه زودتر بودیم، بعدن اونها پیوستند. و ولی خب در هر حال موضوعی که برای اروپا و آمریکا پیش اومد این بود که تورم در این کشورها زیاد شد. ببینید تورم در واقع پول چاپ کردنه. پول چاپ کردن یک نوع مالیات پنهانه. یعنی ما چیزی اصلا به نام تورم هم نداریم. تورم بهتر است بذاریم مالیات پنهان. وقتی که دولت مستأصل میشه،
ببینید دولت کارش چیه؟ دولت کارش اینه که مردم اومدن یه عده از خودشون را گفتن آقا جون شما بیا مدیریت بکن، اشکال نداره ما بهت پول میدیم، حالا تحت عنوان مالیات یا هر چیزی، شما با اون پولهایی که دریافت میکنیم یه کشور را اداره کن، نیروی امنیتی براش درست بکن، سیستم دفاعی برامون درست بکن، نمیدونم اگه خانواده ای مثلا مشکل پیدا کرد بالاخره یه جوری مشکلش رو حل بکن، به درمان نیاز داشت درمانش رو انجام بده. این کارهاییه که مردم بر اختیار دولت قرار دادن و دولت باید این کار رو انجام بده. خب حالا زمانی که یه اتفاق ویژه‌ای میفته دولت از پس اینها شاید بر نیاد، با اون مالیاتی که داره از مردم میگیره از یه طرف ورودیش همون قدره، ولی الان بحران به اندازه‌ای زیاد هست که خروجی که باید خرج بکنه به مراتب بیشتر از اون ورودیه هستش. دولت اینجا میاد چیکار میکنه؟ میگه خب حالا کاری ندارم شما به من چقدر پول میدی، من خودم میرم سراغ یه کاری که پول چاپ میکنم. بالاخره قدرت میره سراغ قدرت خودش. وقتی که دولت میره سراغ قدرت خودش، خب به نوعی میشه گفتش که به جای اینکه بیاد به مردم بگه آقا من پول چاپ نمیکنم، ولی شما به جای اینکه مثلا تا حالا به من فرضاً 100,000 تومان در ماه مالیات میدادی، الان باید 300,000 تومان مالیات بدی، سه برابر باید بدی. چرا؟ چون مشکل من مشکل بزرگتری شده، من الانه باید مثلا بیام مقابله بکنم از نظر بهداشتی با کرونا، بیام مثلا الان مشکل بیکاری یا ساماندهی بکنم، بیام فلان بکنم، بیام اقتصاد الان داغون شده، تولید کم شده، خانواده ها با مشکلات بیشتری مواجه شدن، پس بنابراین شما از روز داشتی به من پول میدادی و پول بیشتری بدی. خب اگه بیاد این حرف رو بزنه نارضایتی ایجاد میشه و مردم هم مقاومت میکنن در اینکه بیام پول رو بدم به دولت. بعد دولت میاد چیکار میکنه؟ میره خودش پول چاپ میکنه بدون اینکه به مردم بگه. مردم هم خب میگن بندگان خدا دارن کارشون رو انجام میدن. آره تورمی هم ایجاد شده. در واقع تورم همین مدل مالیاتی هستش. بعد ببینیم بچه ها، این تورم فقط مخصوص ما نیست. من الان این نمودار رو میخوام بهتون نشون بدم. این تورم کشور آلمانه. از سال 1981 تا الان اونجا هم تورمی که الان مشاهده شده از سال 2020 به این طرف وجود نداشته. یعنی ببینید برای کشور آلمان هم بعد از 40 سال یه همچی تورمی داره تجربه میشه. اونایی که مثلا سیستم اقتصادیشون اینقدر قوی بوده که تونستن تورم رو ببینید از اینجا چجوری کشیدندش پایین، ببینید از مثلا 8% بوده تورمشون توی اون سالها، سال 1981، بعدن اینو رسوندندش حتی به زیر صفر، از صفرم اومده پایین‌تر تورم در کشور ما، -1 رسیده یه جایی، و خب حالا بعدن دوباره اومده بالا. سالهای زیادی بوده بین رنج صفر تا تقریبا 2 و 3 این حفظ شده بوده. این دیگه نهایتا باز اینجا یه بحرانی بود که چند سال قبل اروپا و آمریکا رو فرا گرفت. میبینید که دیگه نهایتاً ضربه‌ای که به آلمان زده این بوده که تورم شده 3. یعنی دولت اومده اون مالیات پنهانه رو از مردم گرفته ولی خیلی هم نگرفته، و وقتی هم بحرانش حل شده ببینید سریعاً کاهشش داده. یعنی حالا تفاوتی هم که حالا اون کشورها با کشور ما دارن اینه که تو کشور ما تورم هم که ایجاد میشه وقت اگر بحران رد شد دیگه کاهشش هم نمیدن، میگن خب دیگه مردم عادت کردن حالا بیشتر مالیات میدن و بذار ادامه بدیم. ولی خب من اینو بخوام به شما نشون بدم، یه کشوری که الان قدرتش از نظر اقتصادی میشه گفت اینقدر قوی بوده که تونسته تو 40 سال تورم خودش رو بین 0 تا 3 حفظ بکنه در حتی بدترین شرایط، الان توی تقریبا 2 سال گذشته تورمش نزدیک 8 داره میشه و معلوم نیست این تا کجا ادامه داشته باشه، شاید بیشتر هم ادامه داشته باشه. چند روز پیش دلار را بررسی کردیم و در هر حال آماری که 2-3 روز قبل اعلام شد این بود که تولید به اصطلاح ناخالص این ماه آمریکا برخلاف توقعاتی که بود و فکر می‌کردن 1.1% رشد خواهد داشت، 1.4% منفی شد. یعنی ببینید بحران کرونا هنوز داره تأثیر میذاره روی اقتصاد کشورها.
و جنگ روسیه رو هم بهش اضافه بکنید، جنگ روسیه و اوکراین هم بهش اضافه میکنیم، این قضیه الان یه چیزی شده که در دنیا داره تأثیرات خودش را به این شکل و به این شیوه نشون میده که خب ما این نمودار رو مثلا در یک کشور آلمان داریم میبینیم، کشوری که سالها با ثبات بوده از نظر اقتصادی، ولی و حالا غیر از این که با ثبات بوده سیاستمداران خوبی هم داره، یعنی سیاستمدارانش یه جورای کلاهبردار نیستن، حالا برخی از کشورها که بالاخره کار مشخص سیاستمدارا چی کار دارن میکنن، حالا اینا حداقل کمتر هستن، حالا صفر که نباشن درصدی باید بگیم، چون بالاخره سیاستمدارا همه جای دنیا بالاخره به قول معروف قدیمی ها میگن جنسشون خورد شیشه داره، حالا اونا خورد شیششون کمتر از مثلا بقیه کشور هست، ولی خب در حال اونا هم با این بحران دارن دست و پنجه نرم میکنن. و برگردیم الان روی نمودارمون، میبینید که زمانی که این بحران تورمی بر اساس کرونا در دنیا شروع شد، در واقع ارزش بقیه پولهای دنیا اومد پایین در برابر بیت کوینی که ببینید بیت کوین رو نمیتونن بیان برن چاپ بکنن و بیشترش بکنن، چون اولا دست دولت ها نیست، دوما تعداد و مقدارش کاملا مشخصه و رد و بدل شدن و تمام اتفاقاتی که براش میفتم کاملا شفافه. بیت کوین قابل اضافه شدن نیست، احتمال داره بسوزه و به قول معروف از بین بره، کم بشه، ولی زیاد نمیشه. و خب همین قضیه باعث شده که چی؟ ارزش خودش رو بتونه از بعد از بحران کرونا به این صورت حفظ بکنه. خب حالا ببینید تو چند ماه گذشته که یک مقداری این بحث کرونا کم شد و از طرفی در آمریکا یه مقداری اومدن گفتن سیاست‌های انقباضی رو می‌خوایم بذاریم، که میگم دو سه روز پیش صحبتشو کردیم، اومدن برخلاف سیستم انبساطی گفتن که خب موقعی که کرونا بود ما پول دادیم به مردم، ما بسته حمایتی دادیم، ما اومدیم کمک کردیم، بهره بانک‌ها رو آوردیم پایین، خیلی کمک کردیم که اتفاقات مختلفی بیفته، حالا می‌خوایم پولا رو جمع کنیم و دلار یه مقداری ارزشمندتر بشه نسبت به قبلش، سیاست انقباضی. دقیقا از همون دوره میبینید که بیتکوین یک سیر نزولی را شروع کرد از چند ماه قبل و قیمتش اومد پایین. تا کجا؟ تا جایی که جنگ روسیه شروع شد. وقتی که جنگ روسیه شروع شد میبینید که دیگه از این پایین تر نیومد بیتکوین و تونست ارزش خودش را در حدودای 40,000 دلار حفظ بکنه. ولی الان مجدداً بحران به اقتصاد کشورها برگشته و تمام کشورها الان بر اساس جنگ روسیه و همچنین بحران کرونا که هنوز ادامه داره خیلی جاها، اقتصادشون داره داغونتر میشه هر روز. پس میتونیم انتظار داشته باشیم که بیت کوین در آینده هم بتونه ارزندامی داشته باشه. ببینید ارزهای دیجیتال چون که تعدادشون همیشه ثابت و مشخصه و از تمام شفافیت روی کارشون مشخص هستش، این باعث شده که خب یه مقداری محبوبیت پیدا کنن، مخصوصا برخیشون که میان پروژه ها هم اجرا میکنن. حالا فقط رقیب بیت کوین کیه؟ رقیب بیت کوین بقیه ارزهای دیجیتال هستن. اگر که ارز دیجیتال دیگری وجود نداشت در دنیا و فقط ما یه دونه بیت کوین داشتیم، کارمون خیلی آسون تر میشه از نظر حالا تحلیل کردن و سرمایه گذاری کردن و حالا هر چیزی. درسته که تا الان بیت کوین به عنوان حالا کینگ بازار، لیدر بازار شناخته میشده و همیشه ارزهای دیگه از بیت کوین تأثیر گرفتند، ولی شاید این قضیه در آینده، این آیندهی که به شما میگم، شاید یک سال دیگه، شاید سه سال دیگه، شاید پنج سال دیگه و شاید ده سال دیگه باشه، اون زمانش رو الان نمیتونیم دقیقا مشخص کنیم، ولی یک روزی خواهد رسید که ارز دیجیتال دیگر یا ارزهای دیجیتال دیگری که خدمات بهتری را نسبت به بیت کوین انجام میدن. بیت کوین یکی از مواردی که خب تونست شاه بازار بشه این بود که اولین بود و بسیاری از حالا ثروتمندان
چون این اولین بود رفتن روی اون برنامه ریزی کردن، سرمایه گذاری کردن. ولی خیلی برنامه های خوبی نداره، فقط یه ابزار مالی هستش. ارزهای دیگه الان وجود دارن که غیر از اینکه ابزار مالی هستن برنامه های خوبی هم دارن، و یا ارزهایی هستن که ابزار مالی هستن و خیلی ساده تر از بیت کوین دارن کار رو انجام میدن. پس اینها رقبای خود بیت کوین هستن. یعنی اگه ما اصلا بحث دلار و یورو و چه میدونم طلا و همه اینها رو الان بذاریم کنار، یه رقیب دیگه یا رقبای دیگه الان برای بیت کوین وجود دارند که اونها از جنس خود ارزهای دیجیتال هستن و میتونن رقابت بکنن. که خب ما این قضیه رو در بیت کوین مشاهده میکنیم. هر موقعی هستش، یه زمانهایی هستش که بالاخره پول از بیت کوین در میاد وارد آلت کوین ها میشه، و زمانهایی هستش که پول از آلت کوین ها در میاد وارد بیت کوین میشه. اگر که اینا بشن دو تا سه تا، مثلا بیت کوین و ارز x y، مثلا بگیم آقا پول از همه ارزها در میاد وارد مثلا بیت کوین و x و y میشه، و یا پول از بیت کوین و x و y در میاد وارد بقیه آلت کوین ها میشه، اون موقع میتونیم بگیم که بیت کوین مثلا یه رقیب یا دو تا رقیب هم داره. هنوز در اون موضع نیستی، ولی روزی خواهد رسید که این اتفاق برای بیت کوین هم بیفته و یه رقیبی از جنس ارزهای دیجیتال داشته باشه. ولی خب فعلا اقتصاد جهانی داغون، بقیه پول‌ها داغون، و توی این اوضاع بیت کوین هستش که میتونه الان باز برای آینده یه برنامه‌ریزی خوبی داشته باشه. حالا نگاه بکنید، بیت کوین توی این یک سال گذشته یه جورایی میشه گفتش که چندین مرتبه الان حدودای 34,000 را دیده، البته با سایه. یعنی یه بار اینجا سایه داشتیم، یه بار اینجا سایه داشتیم، و هیچگاه دیگه زیر 34,000 تا نیومده. یه زمانی من یادمه که این زمان خیلی دورم نیست، یه زمانی که بیت کوین رسیده بود به تقریبا میشه گفتش حالا اینجاها 50,000-60,000 دلار و اینها، یعنی از 20,000 حرکت خودش رو شروع کرد و اومد رسید به حدود 50,000-60,000. ببینیم 20,000 تقریبا اینجا بود، چند ماهی رو 20,000 یه رنج داشتیم و بعدش اومد بالا. آقای رابرت کیوساکی اومد یه صحبتی کرد، گفتش که آقا من زمانی بیت کوین رو می‌خرم که بیت کوین بیاد روی 20,000 دلار. توقعش بر این بود که بیت کوین بیاد روی 20,000 دلار، و خب یه اصلاح شدیدی یا اینجا بیت کوین داشت از 63,000 دلار می‌بینید اومد پایین، ولی مدت زیادی روی 30,000 دلار موند و مجدد رفت بالا تا حدودای مثلا 50,000-60,000 دلار. اینجا که رسیده بود، من یادمه که رابرت کیوساکی من گفته که آقا من اون سفارش هایی که روی 20,000 دلار گذاشته بودم و دیگه برداشتم، یعنی دیگه تسلیم شد که بیت کوین دیگه به 20,000 دلار نخواهد رسید. من نمیگم میرسه یا نمیرسه، من دارم یه شخصی برای شما تعریف میکنم. حالا 4 روز دیگه مثلا یه اتفاقی بیفته و این و مجدد بشه مثلا 20,000، شما بگی شما گفتی، من نگفتم. ببینید من دارم تعریف میکنم، میگم آقای رابرت کیوساکی سفارش های خودش رو روی 20,000 تا دیگه برداشت، یعنی ناامید شد که بیت کوین بیاد به 20,000 تا برسه. الان در حال حاضر یه عده‌ای بچه‌ها سفارش رو روی 30,000 گذاشتن، یعنی یه عده‌ای هستند هنوز که منتظرند بیت کوین بیاد به 30,000 تا برسه و بخرند، برخلاف این که الان دارن نگاه میکنند یک حمایت قوی در 34,000 و 35,000 تا اینجا هستش، ولی اونها معتقدن میگن نه اینجا به درد ما نمیخوره، اگه اومد روی 30,000 تا ما میخریم و مثلا سنگین هم خرید میکنیم. خب ببینید، در بازارهای مالی زمانی که یک عدد، یک رقم یا خیلی روش بمونه و به قول معروف مدت زمان طولانی هستش که الان روی مثلا 40,000 تا مونده، البته یه تیکه اومده اینجا تا 48 تا برگشته منجر روی 40، معمولا اتفاقی که میفته اینه که بچه‌ها وقتی مدت طولانی روی چیزی مون، یا بعدش یه شارپ به سمت بالا میره یا یه شارپ به سمت پایین میاد.
مثلا اینجا ببینید یه مدت طولانی اومده روی مثلا رنج 3-4-5 هزار تا میبینید بوده، همین که الان یه کف قوی برای شده یه مدت طولانی روش بوده، بعدن یه شارپ به سمت بالا داشته. یا قبلترش رو بیایی نگاه بکنید همینجوره، اینجا مثلا روی مدت زمان زیادی روی یک عددی بوده و بعدن حالا یه شارپ به سمت بالا داشته. این شارپ میتونه به سمت پایین هم باشه، نمیگم که نیست برای بیت کوین اتفاق میفته، ولی خب با توجه به اتفاقاتی که الان راجعش صحبت کردیم بالاخره یه مقداری ضعیف‌تره اون اتفاقی که ما فکر بکنیم حالا مثلا به سمت پایین اگه بیاد با شارپ بیاد. ولی خب 30,000 هنوز محتمله، یعنی چیزی نیستش که بگیم احتمال نداره، بالاخره یک حمایت قوی وجود داره. اینجا نگاه کنید این الان 30,000 اینجاست، غیر از این که خب 35,000 هم میتونه هنوز محتمل باشه، مخصوصا اینکه با سایه بیاد و برگرده، مثلا یه لحظه بیاد دوباره روی 34-5,000 تا برگرده بالا. در حال الان زیر ابر کومو هستیم و این خط آبی به سمت پایین داره حرکت میکنه. اگه بخوایم بر اساس ایچیموکو تحلیل داشته باشیم، وضعیت وضعیت شارپی نیستش فعلا، یعنی الان ما باید یک حالت نزول را داشته باشیم، ولی به جای اینکه مثلا یک نزول زیادی را مشاهده بکنیم، گویا اصلاحه داره به صورت زمانی انجام میشه. حالا تا چه زمانیش رو من نمیدونم و آیا این اتفاق میفته، یعنی زمانی ادامه میده یا نه، قیمتی هم میخواد اصلاح بکنه بیا پایین، بازم اون را مشخص نیست، ولی احتمالش وجود داره. برای اگه اومد پایین میتونه برای خرید جذابیت ایجاد بکنه. و خب با توجه به اینکه هنوز رقیب سرسختی برای خود بیت کوین در ارزهای دیجیتال وجود نداره، یه جورایی رقبای فیات ارزهای دیجیتال مثل دلار و پوند و یورو و اینها الان ضعیف شدن، و چون اونها ضعیف هستن شاید که بیت کوین بتونه حرکت خودش رو مجدداً به سمت بالا هم شروع بکنه. خب حالا بذارید بریم سراغ نهنگ ها و ببینیم که اونجا چه خبره. ببینید توی چند روز اخیر یا توی یکی دو هفته گذشته تعداد آدرس کیف پول هایی که بیش از 1,000 بیت کوین داخلشون هست نسبت به چند ماه گذشته مجدداً داره افزایش را نشون میده بچه. بعد از اینکه خب قیمت بیت کوین اصلاح پیدا کرد و اصلاح شد، ببینید اینجا بود دیگه، الان توی مارس 2021 به این طرف این نهنگ‌ها اومدن و فروختن بیت کوین هاشون رو، میبینید کم شد این تعداد این کیف پول ها. از کجا؟ از بذارید پیداش بکنم کجا بود، یه بار دیگه بذارید ببینیم، مارس 2021 ژانویه 2021 فوریه بهتره بگیم، بین فوریه مارس، از فوریه 2021 به این طرف، بذارید این فوریه 2021 را پیدا بکنیم که خب ببینیم چه اتفاقی افتاده. ها اینجا ببینید، بعد از اینکه تونست توی فوریه و مارس 2021 بیت کوین سقف بزنه، قیمتش اومد پایین. یکی از دلایلش این بود که اونایی که بیت کوین زیاد داشتن شروع کردن فروش کردن و طبق این نمودار دقیقاً مشخصه که این اتفاق افتاد. الان از مارس 2022 میبینیم که از اواسط مارس تقریبا این کیف پول هایی که داره، آدرس هایی که داره بیت کوین میخره بیشتر شده. پس توی یک ماه اخیر رفتار نهنگ ها برای خرید بیت کوین یا آتششون برای خرید بیت کوین بیشتر شد. بچه‌ها اینجا رو نگاه بکنید، اینجا رو
یهوی اینها هی زیاد شده زیاد شده زیاد شده و یهو رفته بالا. یعنی احتمال وجود داره که الان تعداد که نهنگ ها هی اینجا مثلا یه مقداری مثل اینجاها اینجوری بیاد جلو بعد یهو بره بالا. و اگر اون اتفاق بیفته یهو بره بالا، این سری پیش بینی میتونیم بکنیم که بیت کوین حتی سقف قبلی خودش یعنی 60,000 تا رو هم بتونه بشکنه و خیلی ها میگن یه قیمتی بین 80 تا 100 میتونه براش قیمت معقولی باشه. از طرفی وقتی ما میایم بازدهی بیت کوین رو از سال 2012 به این طرف نگاه میکنیم، بازدهی سالانش رو نگاه میکنیم، خب 156% داریم، 5394% داریم، 36 تا 123 تا 1294 تا 86 تا 303 تا تعدادش رو مثبت ها رو بشمانیم 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 سال ما بازدهی بیت کوین رو در مثبت داریم میبینیم، در مقابل 2 سالی که بازدهی بیت کوین منفی بوده و اون 2 سال 50 و 70 بوده که من فکر میکنم در برابر این همه بازدهی که اگه ما بیایم جمع اینا رو همه رو با هم بزنیم، یعنی ببینیم 5400 تا تقریبا با این میشه 5550، این 5600 5700 6700 با این 7000 تقریبا فکر کنم 7400% رشد را میبینیم جمع این سالها و یه چیز حدود 120% منفی. پس میل بازار به بیت کوین هنوز میتونه وجود داشته باشه با توجه به اینکه در سالهای مختلف کسانی که سرمایه گذاری کردن روی بیت کوین تا حالا برد خوبی را داشتن و شاید یکی از دلایل اینکه الان امروز میبینیم تعداد نهنگ‌هایی که داره هجوم میاره به سمت بیت کوین داره بیشتر میشه علتش همینه. چون ببینید خیلی از افراد دیگه اعتماد ندارن حتی به همون دلارش. حالا مثلا یه پولی مثل ریال رو که شما اصلا دیگه باید بذارید بریم، همون دلارش که یعنی الان به قول معروف باید با پشتوانه ترین پول دنیا باشه و همه جای دنیا به راحتی قبولش دارن و کار باهاش میکنن را دیگه قبول نمیکنن و دارن میرن سمت بیت کوین. و روی تصویر بعدی هم ما الان داریم یک رفتار دیگه از نهنگ ها میبینیم که این نهنگ هایی که امروز دارن بیت کوین رو انباشته میکنن به همون اندازه بیت کوین تقریبا انباشته کردن و تو کیف هاشون ریختن که در پایین ترین سطح خودش یعنی زمانی که بیت کوین به 3000 دلار رسید تقریبا 2 سال پیش بود دیگه، همون 2 سال پیش قبل از اینکه حرکت شارپیش رو شروع بکنه، ببینید بچه ها یه بار اومد پایین، یعنی از 10-12 تا بود قبلش یهوی اومد پایین به 3000 تا رسید یه لحظه و برگشت. این ها ببینید سال 2020 تا داریم صحبت شو میکنم، 2 سال پیش بود دیگه، از 10000 اینجوری اومد برگشت پایین، حتی یه سایه زد تا 3000 تا، بعد حدود 4000 تا یه چیز حدوده یک ماه از ماه مثلا مارس سال تا می روی این قیمت بود و بعد مجدد برگشت رفت رو همون 9000-10000 تا موند. این صحبت مانه اینجاست، بعدا روی این تصویر بیاییم 2020 تا نگاه بکنیم، اینجا را که نگاه بکنیم بعدش که بیت کوین شروع کرد شارپیت بعد از اون 3000 تا اومد بالا، میزان انباشت را ببینید چه اندازه هستش و الان تقریبا همون اندازه نهنگ ها شروع کردن انباشت کردن و اصلا از اون سالا چم نشده این قضیه که فرضاً مثلا تا قیمت اومده پایین علی انباشت ها هنوز ادامه داره. از طرفی خب سقوط ارزش سهام وال استریت رو داشتیم که دیروز یک سقوط خیلی وحشتناکی را اونجا شاهد بودیم، یعنی در هر حال قیمت رسید به نحوی که خیلی ها نگران شدن، بیشترین کاهش روزانه خود از سال 2006 را آمازون داشت، آمازون 14% را کاهش را دید، اپل تقریبا 4% کاهش را دید و کلن عمل کردش با بحرانی مشابه شد که در سال 2008 جهانی شده بود،
الان تقریبا همون حالت پیش اومده. یعنی اینها دارم میگم که ببینید تضعیف ارزهای مختلف دنیا و تولید مختلف کشورها چقدر الان زیاد بوده و توی این حین طبیعی هستش که بسیاری از ثروتمندان، بسیاری از مردم، کسایی که میخوان ارزش پولشون حفظ بشه به هر نحوی، به سمت ارزهای دیجیتال و به سمت بیت کوین حرکت بکنن، که خب قطعا حرکت بیت کوین میتونه بقیه ارزهای دیجیتال رو هم به حرکت در بیاره. خب در هر حال ببینید ما صحبتمون رو انجام دادیم، اینکه حالا بیت کوین تا چه اندازه ای تا چه رقمی میاد پایین و بعد حرکت میکنم هیچ کس نمیدونه و نمیتونه این را هیچ کس ادعا کنه که دقیقا تو اینجا میاد. همه این صحبتهایی که ما داریم میکنیم بر اساس حالا اتفاقات گذشته بوده که میگم آقا تا اینجا دوبار حمایت شده، شاید مثلا دوباره حمایت بشه، مثلا تا اینجا یه کف قوی داره رو شاید بیاد برسته، و یا از اون طرفش همینجور میگیم مثلا اینجا یه مقاومت داره یا اونجا طرف میره بالاتر. ولی اون چه که مسلم هستش اینه که مردم دنیا خیلی دیگه اعتمادی به ارزهای فیات یا همون ارزهای رایج در کشورهای خودشون مثل حالا دلار و پوند و ریال و لیر و یورو، اینها دیگه مردم اعتماد ندارند و به سمت چیزهای دیگه دارن حرکت میکنن که سرمایه خودشون رو بتونن حفظ بکنن. حالا شما تحقیقاتتو بیشتر بکن و بررسی‌های بیشتری بکنید که ببینید باستی توی این اوضاع چه کاری انجام بدید و یا باید خرید یا باید فروخت. ممنونم که توجه کردید، خیلی هم طولانی شد حرفای من. منتظر کامنتاتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.